جهان این جنایت ها را محکوم کرد. مردم ایران خواهان جدایی دین از دولت و یک جمهوری کثرت‌گرا هستند، یک ایران بدون حکم اعدام و غیر اتمی که در تفاهم با دیگر کشورها به سر ببرد تضمینی برای صلح جهانی است. خانم مریم رجوی رئیس جمهور برگزیده مقاومت ایران با رد مماشات با ملایان و با رد دخالت نظامی خارجی به مقاومت در برابر استبداد مذهبی و همبستگی ملی ایرانیان فراخوان می‌دهد. این می‌تواند مبنای تغییر دموکراتیک در ایران باشد. اکنون زمان آن فرا رسیده که اتحادیه اروپا عزم مردم ایران را برای رسیدن به آزادی قویاً جدی بگیرد. اولین گام حمایت همه جانبه از قیام‌های مردمی است. باید تأکید شود که رژیم دیکتاتوری مذهبی فاقد مشروعیت است. دولت فرانسه از موضع مسئولیت خود باید از سازمان ملل متحد بخواهد حضور فعالتری در حمایت از حقوق ساکنان اشرف اعمال نماید و مسئولیت حفاظت آنها را بر عهده بگیرد. ما برانیم که در اجرای قطعنامه 704 که از حمایت اکثریت کنگره آمریکا برخوردار است، ایالات متحده آمریکا می باید تضمین‌های کافی برای حفاظت ساکنان اشرف را تأمین کند و از دولت عراق بخواهد حقوق آنها را به عنوان افراد حفاظت شده تحت کنوانسیون 4 ژنو به رسمیت بشناسد. Peace.